افسانه گل خندان یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود مرد ماهیگیری بود که سالی به دوازده ماه تور میانداخت و ماهی شکار میکرد و از فروش آنها گذران میکرد روزی تورش را به دریا انداخت کمی صبر کرد دید تور سنگین شده با خوشحالی آن را بالا کشید قورباغه درشتی توی تور نشسته بود و با چشمان دریدش به روی ماهیگیر نگاه می کرد. ماهیگیر قورباغه را پرت کرد به دریا. باز تور انداخت. باز همان قورباغه به تورش خورد. قورباغه را توی دریا پرت کرد و دفعه سوم تور انداخت. باز همان قورباغه به تورش خورد. با خود گفت که حتماً امروز قسمت ما همین است. آن وقت گرباقه را برداشت و به خانهش برد و ول کرد توی حیات. ماهیگیر آن شب گرس نخابید و فردا صبح زود رفت پی کار و کاسبیش. اما عصر که خسته و کوفته به خانه برگشت دید خانه آب و جارو شده چایی دم کشیده و شام حاضر است. خیلی تعجب کرد. اما هرچه فکر کرد راه به جایی نبرد. شامش را خورد و خوابید. فردا عصر هم که از سر کار برگشت دید مثل دیروز همه جا تر و تمیز است و غذا حاضر. باز هرچه فکر کرد راه به جایی نبرد. قورباغه توی حیات برای خودش ول میگشت. روز سوم ماهیگیر به کنار دریا نرفت. پشت پرده قایم شد که ته و توی قضیه را در بیاورد. نزدیک های زهر دید قورباغه پوستش را انداخت و شد یک دختر خوشگل. بعد چادرش را به کمرش زد و بنا کرد خانه را آب و جارو کردن. در این موقع ماهیگیر از پشت پرده بیرون آمد و گفت تو را قسم میدهم به آن که من و تو را خلق کرده دیگر توی جلد قورباغه نرو. دختر جلد قورباغه را دور انداخت و زن ماهیگیر شد. مدتی گذشت. روزی پادشاه با وزیرش به شکار آمده بود. نزدیک های خانی ماهیگیر که رسیدند چشم پادشاه به زن ماهیگیر افتاد. یک دل نه صد دل عاشق او شد. آن وقت به وزیر گفت تدبیرش چیست؟ وزیر گفت قبله عالم به سلامت این زن شوهر دارد باید بهانه‌ای پیدا کنی ماهیگیر را بکشیم آن وقت تو می توانی زن او را بگیری و به مراد دلت برسی پادشاه رفت به دربار و امر کرد که ماهیگیر را حاضر کنند ماهیگیر آمد پادشاه گفت ماهیگیر شنیدم تو جوان رشید و شجاعی هستی از تو میخواهم که که هرچه زودتر یک سله انگور تازه چین که برگ هنوز روی خوشه هایش باشد برایم بیاوری این را هم بدان که اگر تا فردا انگور را حاضر نکنی کشته خواهی شد ماهیگیر گرفته و غمگین به خانه آمد زنش پرسید پسر امو چرا اینقدر گرفته ای؟ ماهیگیر ماجرا را به او گفت و آخر سر گفت که نمیدانم پادشاه از جان من چه میخواهد و مرا از کجا شناخته؟ زنش لبخندی زد و گفت این که قصه ندارد هیچ به دلت نیاور همین حالا و برو به کنار دریا همان جایی که مرا گرفتی و بگو ای خواهر ای گل خندان ای گل هایت خندان اگر خوابی بیدار شو خواهر اگر بیداری حرف بزن خواهر خواهرت گفت یک سله انگور تازه چین بده ماهیگیر یک راست آمد به کنار دریا هیچ باورش نمیشد که دریای شور بتواند برایش انگور تازه تحویل بدهد به خودش می گفت که عجب گیر افتادیم. آخر توی دریا انگور کجا بود؟ دریا آرام بود و داشت به روی آسمان میخندید خندید. ماهی گیر خواهی نخواهی حرفهای زنش را تکرار کرد. ای خواهر، ای گل خندان، ای گل هایت خندان، اگر خوابی بیدار شو خواهر، اگر بیداری حرف بزن خواهر. خواهرت گفت یک سله انگور تازه چین بده. ناگهان دید دریا موج زد و آب دو شقه شد و از توی آن دختر جوانی بیرون آمد عین زن خودش با یک سله انگور تازه در دست. ماهیگیر تا چشمش به انگور افتاد از خوشحالی فریادی کشید و سله را از دختر قاپید و دوید به طرف قصر پادشاه. پادشاه از دیدن انگور تعجب کرد و به روی وزیر نگاه کرد. وزیر هم با تعجب به روی پادشاه نگاه کرد و گفت قبله عالم به سلامت شاید ماهیگیر انگورها را از گلخانه خریده یا خودش توی خانش یک جوری نگاه داشته بوده. باید از او چیزی بخواهیم که نتواند تهیه کند. پادشاه دوباره ماهیگی را به نزدش خواند و همانطور که وزیر یادش داده بود، گفت انگورهایت خیلی خوب بود. خوشم آمد. معلوم می شود که همانطوری که من گفته بودم، جوان زرنگ و شجایی هستی. حالا برایت هزار توپ پارچه می دهم. باید تا فردا صبح برای تمام قشون من لباس بدوزی و تحویل بدهی و الا امر می کنم که تو را بکشند. باز ماهیگیر با سگرمه درهم به خانه آمد. زنش پرسید باز چه خبری شده پسر امو؟ ماهیگیر جواب داد این دفعه پادشاه گفته که تا فردا صبح برای همه قشونش لباس دوخته تحویل بدهم. زن گفت هیچ قصه نخور. این که کاری ندارد. همین الان پاشو برو به کنار دریا و بگو ای خواهر، ای گل خندان، ای گل هایت خندان. اگر خوابی بیدار و خواهر. اگر بیداری حرف بزن خواهر. خواهرت گفت تار و دف بردار و بیا. ماهی گیر راه افتاد اما در دل می گفت عجب کاری پادشاه امر می کند تا فردا برای قشون لباس دوخته تحویل بدهم. این هم میگوید که برو تار و دف بردار بیار. دریا موج میزد، اما موجهایش خیلی بزرگ نبود. ماهیگیر تا رسید به کنار دریا حرفهای زنش را تکرار کرد. باز آب دو شد و همان دختر دیروزی با دف و تار بیرون آمد و همراه ماهیگیر به خانه آمد. خواهرها به ماهیگیر گفتند تو برو راحت خواب دیگر کاریت نباشد. ماهیگیر رفت زیر لحاف اما مگر خواب به چشمش می آمد. خواهرها تا صبح زدند و رقصیدند. مرد مرتب به خودش می پیجید که فردا جلوی چشم همه پادشاه امر می کند جلاد سرم را از تن جدا کند. اما اینها اصلا عین خیالشان نیست. چند دفعه خواست بلند شود دف را بگیرد بشکند. اما بعد فکر کرد که شاید کاری از دستشان آمد. صبح آفتاب تیغ نزده دو خواهر دست از زدن و رقصیدن کشیدند و زن ماهیگیر پهلوی شوهرش آمد و گفت پسر امو، پاشو برو گاری صدا کن، لباسها را ببر. ماهیگیر اول خیال کرد دستش انداختند. اما وقتی چشمهایش را باز کرد و لباسها را دید، از خوشحالی نمیدانست چه کار کند. فوری بلند شد و این بر و آن بر لباسها را نگاه کرد دید حتی دکمه هایش را هم انداختند. از شادی در پوست نمی گنجید. زودی رفت و یک گاری دمه در آورد و لباسها را بار کرد و راه افتاد. پادشاه هنوز در خواب بود که ماهیگیر در قصر را زد. دو ساعت بعد که پادشاه لباسهای دوخته را دید، دهانش از تعجب باز ماند. البته وزیر هم مثل پادشاه خیلی تعجب کرد. پادشاه نگاه کرد به روی وزیر. وزیر نگاه کرد به روی پادشاه. هیچ کدام از حیرت نمی توانستند حرف بزنند. آخر سر وزیر گفت قبله عالم به سلامت. شاید ماهیگیر همه خیاطهای های شهر را جمع کرده و پول داده لباسها را برایش دوختند. باید از او چیزی بخواهیم که اصلا نتواند بیاورد. مثلا میگوییم باید تا فردا بچه برای ما پیدا کنی که نافش را هنوز نبریده باشند اما بتواند با پادشاه قشنگ حرف بزند ماهیگیر را صدا کردند و امر پادشاه را گفتند بیچاره ماهیگیر دیگر ناامید شد به خودش گفت فردا حتما کشته خواهم شد آخر کی تا حالا دیده بچه تازه به دنیا آمده حرف بزند گرفته و غمگین به خانه آمد زنش پرسید پسر امو جان باز چه خبری شده؟ ماهیگیر گفت این دفعه دیگر تو هم نمیتوانی کاری بکنی. پادشاه بچه ای از من خواسته که نافش را هنوز نبریده باشند اما بتواند قشنگ با او حرف بزند. زن لبخندی زد و گفت این که کاری ندارد. فردا صبح زود برو کنار دریا و بگو ای خواهر، ای گل خندان ای گل هایت خندان اگر خوابی بیدار شو خواهر اگر بیداری حرف بزن خواهر خواهرت گفت بچه نوزاد را بده بیاورد مرد شب را خوابید و صبح زود پا شد رفت به کنار دریا دریا طوفانی بود موج های بزرگ به سنگ های ساحل می خوردند و حیاهوی زیادی راه می انداختند مرد تا حرفهای زنش را تکرار کرد، گل خندان از میان موجها بیرون آمد با بچه نوزادی که هنوز نافش را نبریده بودند. مرد بچه را گرفت آمد به قصر پادشاه. اما کمی شک برش داشته بود که نکند بچه نتواند حرف بزند. پادشاه تا چشمش به بچه افتاد ازش پرسید بچه جان بگو ببینم برای ما چه اتفاقی خواهد افتاد. پادشاه مطمئن بود که بچه حرف نخواهد زد. اما یک دفعه بچه به حرف آمد و گفت الان آتشی از آسمان میافتد افتد. تو و تختت را هرتی می کشد تو. تا این حرف از دهان بچه بیرون آمد آتش افتاد و همه را سوخت و خاکستر کرد. ماهیگیر هم نفس راحتی کشید و رفت پی کار و کاسبیاش. همراهان عزیز کانال لذت داستان. ما اینجا هر شب براتون یه اوسنه میخونیم. اگر علاقه من به شنیدن این اوسنه ها هستید، فراموش نکنید کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیوها رو لایک کنید و نظراتتون رو برام کامنت کنید. دلتون بیغم